بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه در مورد جریان متناوب صحبت خواهیم کرد. در مورد جریان متناوب قبلا یه مقدمه پیش‌زمینه‌ای در بحث جریان بیان کردیم. گفتیم دو نوع جریان اصلی داریم. البته جریان ها انواع مختلفی داره. اون جریان هایی که در واقع ما بیشتر باهاش سر و کار داشتیم در دو نوع جریان بود. یه جریانی که توسط باتری در مدار ایجاد می شود، منبع تغذیه جریان مستقیم در مدار ایجاد می شود که اگر عزیزان خاطرشون باشه، ما اگر نمودار آی بر تی رو رسم بکنیم، یعنی تغییرات لحظه‌ای جریان رو بر زمان در نظر بگیریم، این مقدار جریان مقدار ثابتی خواهد بود. به این نوع جریان می گفتیم جریان مستقیم یا دی سی، جریانی که در زمانهای مختلف مقدارش و جهتش تغییر نمی کنه. پس این جریان جریان دی سی، جریانی که امروز می خواهیم معرفی بکنیم، قبلا هم تا حدودی بهش اشاره کردیم که به عنوان جریان ای سی می شناسیم، جریانی است که کاربرد خیلی زیادی تو زندگی انسان ها داره. عملا جریان برق شهری همین جریان در واقع AC هستش. خب جریان AC چه ویژگی داره؟ جریان AC به واسطه نحوه تولید و نحوه انتقالش، اگر ما نمودار آی بر تی رو بخوایم رسم بکنیم، یه شکلی به صورت سینوسی خواهد داشت که این شکل سینوسی در بازه‌های زمانی هی تکرار میشه. این شکل سینوسی چی داره بیان میکنه؟ داره بیان میکنه که اندازه جریان مقدار ثابتی نیست، یعنی در بازه از این زمان تا این زمان که خواهید دید به نام تی دوم و اینجا را تی میشناسیم، در این نقطه که تی چهارم ما هست زمان در حال افزایش پیدا کردنه. به این نقطه که میرسه اندازه جریان در این از این زمان به بعد شروع میکنه کاهش پیدا کردن، در این نقطه اندازه جریان صفر میشه. از این به بعد جهت جریان ما در واقع داره تغییر میکنه. جهت جریان تغییر میکنه، قدر مطلق در حال افزایش پیدا کردن هست. به نقطه ستی چهارم که میرسه اندازه جریان شروع میکنه کاهش پیدا کردن، مجدد به نقطه صفر میرسه و این نمودار سینوسی دائما یه دوره تناوب خواهد داشت و دائما داره تکرار میشود. خب ما این رو اگر عزیزان خاطرشون باشه، الان فایل رو نشون میدم برای تو بحث مربوط جریان فارادی و قانون فارادی و اینها، ما اونجا تا حدودی به نحوه ایجاد و در واقع جریان متناوب اشاره ای کردیم. خب این فایل بود که قبلا عزیزان دیده بودن، یکی از فایل های سری در واقع مجموعه فت هست با نام آزمایشگاه الکترومغناطیس فارادی. ما اینجا یک آهنربایی رو داریم، یک میدان مغناطیسی در اطراف خودش ایجاد کرده که میتونیم میدان مغناطیسی رو مشاهده بکنیم. میایم از این بالا آب میریزیم روی این توربینی که وصل به این آهنربا، مشاهده میکنیم که با چرخیدن این توربین که اینجا زده 40 دور بر دقیقه، با توجه به مقدار آبی که داره میریزه 40 دور بر دقیقه هست، در این لامپ جریان داره ایجاد میشه. توجه کنید به نحوه جریان ایجاد شده. نور لامپ ما ثابت نیست، یعنی هی نور لامپ ما داره افزایش پیدا میکنه، هی نور لامپ ما داره کاهش پیدا میکنه، یعنی متناوب بودن جریان. به جهت الکترون ها توجه کنید. الکترون ها دائما در یک بازه زمانی به یه جهت دارن حرکت میکنن، در بازه زمانی بعدی در آن جهتشون در واقع داره تغییر میکنه. باز اگه شما جهت جریان رو بخواید ببینید، از این ولتمت میتونیم استفاده کنیم که این ولتمت هی داره نشون میده اندازه جریان و مقدار جهت اون هی داره تغییر میکنه. با زیاد کردن تعداد دور این در واقع آهنربایی که اینجا داره میچرخه و تغییر شار داره به وجود میاره، مشاهده میکنیم که جریان ایجاد شده جهتش و مقدارش دائما در حال تغییر کردن است.
عرض کردم که اهمیت جریان متناوب به واسطه این است که در جریان برق شهری عملا ما با جریان متناوب سر کار داریم، جریان 220 ولتی که میشناسیم. خب از اون برم عرض کنم که بسیاری از دستگاه‌های ما، یعنی تقریبا اکثر دستگاه‌های ما، دستگاه‌هایی هستن که با جریان مستقیم کار میکنن. بنابراین قاعدتا در اکثر دستگاه‌های ما قطعه ای باید قرار داده شود که این قطعه یک سو کننده باشه، جهت جریان ما و اندازه شو در واقع تو خود اون دستگاه ما ثابت بکند. خب پس تا حدودی مشخص شد که ما امروز در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم. ما در مورد جریان ثابت میخوایم، در جریان متناوب میخوایم صحبت بکنیم، در جریان AC و در واقع در مورد نحوه ایجادش و در مورد معادلاتی که در جریان متناوب داریم صحبت خواهیم کرد. خب نحوه ایجاد رو همونطور که کما بیش در جریان هستید، در نیروگاه ها، چه نیروگاه های آبی چه نیروگاه های حرارتی، ما انرژی رو در واقع ذخیره می کنیم که وسیله انرژی ذخیره شده توربینی رو شروع کنیم به چرخوندن. این توربین مشابه در واقع آن چیزیست که الان شما در این نمودار، در این نرم افزار میبینید، که این توربین، این که به وسیله آب یا به وسیله انرژی گرمایی یا به وسیله انرژی هسته‌ای، به وسیله یک انرژی در واقع به دوران در میاد، این دوران در یک پیچه، در یک سیم پیچی که در داخل اون قرار گرفته یا در اطراف اون قرار گرفته تغییر شار داره ایجاد میکنه. این تغییر شار باعث جریان القایی و باعث نیرومحرکه القایی و جریان القایی خواهد شد. خب آیا فقط این اتفاق تو نیروگاه میفته؟ خیر، در دینام دوچرخه‌ای که شما ممکن است استفاده کنید و موقعی که دارین پا میزنید نور تولید بکنه، توی دینام ماشین، ما در ماشین های در خودروها یک منبع لایزالی از انرژی الکتریکی نداریم که شما بگید ما باتری که در داخل ماشین قرار میدیم مثلا باعث میشه چندین و چند سال انرژی در واقع داشته باشه. خیر، باتری محل ذخیره انرژی است. ما در خودروها دینام داریم که این دینام متصل به موتور ماشین و زمانی که با موتور ماشین داره کار میکنه این دینام شروع میکنه به چرخیدن. این دوران اتفاق میفته و در واقع انرژی الکتریکی ایجاد میشود. این انرژی الکتریکی میره در باتری برای زمان خیلی محدود، یعنی اگر دینام در ماشین از کار بیفته چیزی کمتر از یک ساعت ماشین از کار خواهد افتاد، به خاطر اینکه عملا باتری انرژی رو کارش نیست که ذخیره بخواد بکنه، انرژی بس در واقع تبدیل انرژی حرکتی موتور ماشین به انرژی الکتریکی در قطعی به نام دینام اتفاق خواهد افتاد. همچنین کاربردهای دیگه‌ای تو انواع اقسام دستگاه‌هایی که باهاش سنجش صورت می‌گیره، مثلا شما فرض کنید بادنما، مثلا کیلومتر شمار، کار اینا سنجش کردن است. روش کار اونها به چه صورت است؟ روش کار اون است که یه توربینی، که این توربین میتونه توسط باد بچرخه، میتونه توسط در واقع لاستیکای ماشین شروع کنه چرخیدن، شروع میکنه یه دوران ایجاد شدن، یک توربینی شروع میکنه چرخیدن. این توربین یک میدان مغناطیسی رو یا یک سیم پیچ رو شروع میکنه به دوران کردن. وقتی این دوران دادن، وقتی این دوران رخ میدهد، با تغییر شار مغناطیسی در اون جریان به وجود میاد و ما کافیست اون جریان رو توسط یک آمپرسنج بسنجیم و اونو کالیبره بکنیم. مثلا میشه بعد سرعت باد، مثلا میشه بعد سرعت ماشین یا هر وسیله اندازه‌گیری دیگه‌ای که در واقع از این روش استفاده میشود. خب عزیزان اگر توجه بکنن، ما در بحث تولید جریان متناوب روش مرسوم روشی است که در اون یا پیچه در داخل میدان مغناطیسی میچرخه یا یک آهن ربا، یک میدان مغناطیسی در داخل یک پیچه شروع میکنه دوران کردن. بس ما با بحثی به نام دوران عملا اینجا مواجه هستیم. شما اگر توجه بفرمایید اینجا بحث مربوط به دوران این توربین رو داره لحاظ میکنند. ما میتوانستیم توضیحات بیشتری در مورد حرکت دورانی در واقع اینجا داشته باشیم، اما با توجه به اینکه کتاب
مباحثی که سالهای گذشته در مورد دورانی بوده است رو ازش صرف نظر کرده و به تعابیر خیلی محدودی از حرکت دورانی اشاره کرده است. فقط ما به اونها در واقع بسنده میکنیم. همونطور که شما مشاهده میکنید این آهنربا شروع کنه اینجا چرخیدن. من میام سرعت دوران رو کم میکنم تا راحت تر بتونم در موردش توضیح بدم. ببینید از این نقطه در نظر بگیر، از زمانی که N اینجاست تا میره یک دور میزنه به این نقطه میرسه، کرونومتر بزنین چه مدت زمانی طول میکشه تا این اتفاق بخواد بیفته. به این گفته میشه دوره تناوب. دوره تناوب یا زمان تناوب مدت زمانی است که یک پیچه متحرک، یک متحرکی داره که حرکت دورانی میکنه، بره یک دور کامل رو طی بکنه. خب به خود فایل تدریس اجازه بفرمایید مراجعه کنیم. خب همونطور که الان دارید مشاهده میکنید ما یک پیچه، یک قابی رو داریم که در داخل میدان مغناطیسی قرار گرفته. با دوران این پیچه در این میدان مغناطیسی زاویه بین بردار صفحه، بردار صفحه ما تو این شکل الان زاویهش با خطوط میدان چند درجه خواهد بود؟ صفر درجه. همونطور که میدونیم بردار صفحه در این صفحه باید عمود باشه دیگه، بنابراین بردار صفحه ما با خطوط میدان با بی زاویه صفر درجه رو داره میسازه. این قاب توسط یک توربینی که انرژی خودش رو از هر چیزی میتونه بگیره، از پا زدن ما میتونه در واقع این رو بگیره، یا ریزش آب، یا در واقع انرژی گرمایی، یا هر چیز دیگه، شروع میکنه در این محوطه چرخیدن، دور زدن، دوران کردن. بنابراین یک اون زاویه بین بی و آ تغییر میکنه. وقتی یک دور کامل میزند همون تعبیری که عرض کردیم دوره تناوب اتفاق میفته. پس بحث مربوط به دوره تناوب یا زمان تناوب در واقع مدت زمانی است که یک پیچه متحرک که روی یک مسیر دایره شکل طی میکنه یک دور کامل میزنه. خب بحثمون رو با یه مثال خیلی ساده میگه متحرک روی یک مسیر دایره شکل با سرعت ثابت در حال دوران کردنه. سرعت ثابت که اینجا مورد نظر هست سرعت ثابت در واقع زاویه است، سرعت خطی مورد نظر است. اگر این متحرک در هر ثانیه سه دور بزنه، یعنی شما کرونومتر بزنی یک ثانیه، ببینید که در یک ثانیه سه دور این زد، سوال نیست که خب یک دور رو در چند ثانیه در واقع داره طی میکنه. وقتی در یک ثانیه سه دور داره میزنه یعنی یک دور رو در یک سوم ثانیه طی میکنه، یعنی زاویه دو پی، زاویه 180 درجه رو در یک سوم ثانیه طی میکنه. خب همونطور که قبلا عرض کردیم دوره تناوب که با تی بزرگ نشون میدن به زمان چرخش یک دور کامل متحرک گفته میشه. واحد دوره تناوب شما داریم که زمانی که یک دور کامل میزنه، بنابراین واحد دوره تناوب هم ثانیه خواهد بود. خب به این بخش توجه بکنید چون خیلی اهمیت داره. میگه متحرکی با دوره تناوب تی داره دوران میکنه، یعنی تی ثانیه یک دور کامل خواهد زد. زاویه طی شده آلفا رو بر حسب تی در زمان تی کوچیک بیابید. یعنی چی؟ شما فرض بفرمایید ما یه متحرکی داریم به این صورت، داره به اینجا حرکت میکنه با دوره تناوب تی، یعنی تی ثانیه طول میکشه تا این بخواد دور بزنه به اینجا برسه. ما میخواییم ببینیم اگر این حالا یه دور زد در همین که داره دور میزنه در ثانیه تی، تی کوچیک که هر زمانی میتونه باشه، شما از صفر میتونی کرونومتر بزنی تا هر زمانی که مورد نظر خود هست، در ثانیه تیوم
در چه آلفایی قرار گرفته. یعنی اگر الان اینجا آلفای ما صفر هست، زاویه اون با خط افق در نظر بگیریم، در مبدا مختصات که شروع میکنه در واقع حرکت کردن، من در نقطه قرار بدم، از اینجا داره حرکت میکنه، مثلا اگر ثانیه تیوم بود، این زاویه آلفایی که ما داریم، میخوایم ببینیم این زاویه آلفا رو آیا میتوانیم بر حسب تی کوچیک، یعنی زمانی که الان این متحرک در این نقطه قرار گرفته و همچنین تی بزرگ یعنی دوره تناوب به دست بیاریم، میتونیم کار انجام بدیم یا خیر. دوستان من مطمئن هستم که اگر یه مقداری در واقع خودشون بیشتر تأمل بکنن به راحتی میتونن به این در واقع برسن که چجوری میتونیم این زاویه آلفا رو به دست بیاریم. من از تناسب به این صورت استفاده میکنم، میگم اگر تی ثانیه طول بکشه، متحرک ما که داره حرکت دورانی انجام میدهد در تی ثانیه رو چه زاویه ای قرار گرفته؟ رو زاویه دو پی. حالا میخواییم ببینیم وقتی در ثانیه تیوم هستیم زاویه آلفایی که خواهیم داشت چه میزان خواهد بود. خب یک بار دیگه به این تناسب توجه کنید، در ثانیه تیوم دوره تناوب، مدت زمانی که یک دوره کامل میزنه، زاویه دو پی رو طی کرده، در ثانیه تی کوچیک میخوام ببینم آلفای ما در واقع چه مقداری هست. خب عزیزان اگر از این تناسب استفاده کنن، مقدار زاویه آلفا به این صورت به دست خواهد اومد، حاصل ضرب این در این برابر با حاصل ضرب این در این، بنابراین زاویه آلفای ما خواهد شد دو پی تی تقسیم بر تی بزرگ. حتما عزیزان لطف کنن و این نمود در واقع تناسبی رو که بر حسب اون زاویه آلفا، زاویه آلفا چیه؟ زاویه ای است که متحرک ما در هر لحظه در واقع داره با خط افق میسازه. خب این الان برای ما چه فایده ای داره تو بحث حرکت دورانی؟ شما فرض بفرمایید این قاب رو از روبرو دارید نگاه میکنیم، این قابی هست که در داخل یک میدان مغناطیسی به این صورت قرار گرفته. خب اگر این خطوطی که الان رسم کردم بی ما باشند، میدان مغناطیسی ما بی ما باشد، بردار صفحه همون رو میتونیم این بردار یعنی زاویه آلفا رو اون رو الان صفر در نظر بگیریم. حالا اگر ما شروع کنیم دوران دادن این صفحه در داخل این میدان مغناطیسی با این دوران، این بردار صفحه ما در ثانیه تیوم زاویه‌ای مثل زاویه آلفا رو فرض کنید ثانیه تیوم هست، زاویه‌ای مثل زاویه آلفا رو با خطوط میدان مغناطیسی خواهد ساخت. پس اهمیت این رابطه‌ای که الان اینجا به دست آوردیم، یعنی دو پی تی تیوم، در واقع به خاطر این است که در هر زمانی که شما مورد نظرتون هست میتواند زاویه بین صفحه و میدان مغناطیسی رو به ما بدهد. خب قبل از اینکه باز وارد فرمول‌های مربوط به جریان متناوب بشیم، یه تعبیر دیگه‌ای رو که خیلی شما به گوشتون خورده است رو و شنیدید رو در واقع بیان میکنیم به نام این تعبیر، به نام بسامد یا فرکانس که با اف نشون میدند. بسامد یا فرکانس تعداد دورهایی است که یک متحرک در واحد زمان میزنه. مثلا تو مثالی که قبلا بیان شد که گفتم یه متحرکی داریم که در هر ثانیه سه دور داره میزنه، در واقع ما بسامدمون یا فرکانس اون حرکت دورانی سه هست، سه دور در هر ثانیه. واحد بسامد یا فرکانس هرتز هست،
واحد هرتز رو برای موج زیاد شنیدید. مثلا گفته می شود که این رادیو در این فرکانس چند مگاهرتز مثلا فرض کنید امواجش رو میتونید شما به دست بیارید. انشالله مباحث سال آینده در بحث مربوط به نوسان ساده و بحث مربوط به موج و اینها شما با ارتباط حرکت دورانی و بحث مربوط به در واقع موج آشنا خواهید بود، آشنا خواهید شد. خب میخوایم ببینیم آیا رابطه‌ای بین بسامد و دوره تناوب میتونیم پیدا کنیم یا خیر. خب از تعریف این دوتا، از تعریف تی و اف استفاده میکنیم تا ببینیم رابطه بین اینا میتونیم پیدا کنیم یا نه. میگیم آقا ما تی ثانیه طول میکشه، وقتی تی ثانیه طول میکشه متحرک ما چند دور داره میزنه؟ یک دور میزنه. حالا من سراغ تعبیر از تعریف اف استفاده کنیم. اف چی میگه؟ میگه ما در یک ثانیه اف دور متحرک ما داره دوران میکنه. مثال قبلی، در یک سوم ثانیه یک دور میزد، در یک ثانیه سه دور میزد. پس این تناسب رو ما میتونیم داشته باشیم. با استفاده از این تناسب مشاهده میکنیم که F برابر خواهد شد با 1/T. پس بین فرکانس بسامد و دوره تناوب هم این رابطه به این صورت وجود دارد. واحد این گفتیم ثانیه است، واحد این گفتیم هرتزه. پس در واقع هرتز هم عرض است با 1/ثانیه یا ثانیه به توان منفی 1. برگردیم تو بحث مربوط به جریان متناوب. پیچه‌ای با مساحت ثابت آ، این قاب رو در نظر بگیرید. ما سادش کردیم برای راحت تر دوا فهمیده شدن، اون رو با یه قاب نشون دادیم. یک مساحتی داره در میدان مقاسی یک نواخت بی قرار گرفته، با دوره تناوب تی اون رو میخواییم در واقع دوران بدیم. تغییرات شار رو بریم بررسی کنیم که تغییرات شار در میدان مقاسی چقدر است. خب عزیزان، الان در این حالت که این قاب ما عمود بر خطوط میدان قرار گرفته و زاویه آ و بی صفر درجه هست، قاعدتا متوجه کسونس زاویه آر ما بیشترین شار مقناطیسی رو داریم. زمانی که این رو شروع میکنیم دوران دادن، برای راحتی کار شما در واقع دورانمون رو به این صورت در نظر بگیرید، در جهت مثلثاتی. وقتی این قاب ما داره دوران پیدا میکنه، زمانی که 90 درجه میچرخه، شار مغناطیسی ما در واقع صفر میشود، چون قاب ما همراستا با خطوط میدان قرار میگیره، زاویه بین آ و زاویه بی 90 درجه خواهد بود، کسینوس صفر. و وقتی شروع میکنیم که چرخیدن، قبلا بیان کرده بودیم، گفته بودیم وقتی از یک صفحه میدان مقیاسی عبور میکنه شار رو مثبت در نظر میگیریم، زمانی که این صفحه میچرخه و این دفعه شار بهش وارد میشود، شار مغناطیسی ما منفی خواهد بود. یعنی وقتی شما یک دوران دادی به این 90 درجه شد، در حالی که دوران بعدی رو میدید شار مغناطیسی ما منفی میشود. زمانی که دقیقا برعکس قرار میگیره، شار مغناطیسی ما منفی و بیشترین مقدار میشه. موقعی که دارید میچرخید منفی کاهش پیدا میکنه، و موقعی که در این راستا قرار میگیره، در نقطه اولیه خود قرار میگیره، شار مغناطیسی ما صفر خواهد بود. از این نرم افزار استفاده کنیم برای که من راحت تر بتونم این رو در واقع نشون بدم. خب توجه بفرمایید، اول بدونید که من توضیح بخوام بدم. بله، همونطور که دیدید این گوشه هم تغییرات شار مغناطیسی رو با یک نمودار، من مجبور شدم که این فیلم رو
به دوران بدم که دقیقا این صفحه ما با اون صفحه میدان مغناطیسی ما همجهت قرار بگیری، شما راحت‌تر متوجه بشین زاویه تتایی که بالا وجود داره از 0 تا 360 درجه یک دوران کامل رو دعوا داره نشون میده. این بغل هم تغییرات شار مغناطیسی رو شما مشاهده میکنید. الان در این حالت شار مغناطیسی ما در حالت حداکثر قرار گرفته، چون زاویه A و B در واقع 0 درجه است. من حدود 90 درجه دوران خواهم داد. خب یه مقداری گذشت پرگردم بالا تبلیه. خب عزیزا میبینید الان در دوران 90 درجه ما شار مغناطیسی ما مقدارش صفر شده، زاویه‌مون تقریبا زاویه 90 درجه دوران پیدا کرده. اینو 90 درجه دیگه دوران میدیم، برگردونم به بله. خب توجه بفرمایید، وقتی که این شروع کرد به سمت حرکت کردن، خطوط میدان به صفحه ما وارد شدن. شار مغناطیسی زمانی که خطوط میدان به بردار صفحه دارن وارد میشن، کوسینوس زاویه آلفا ما در واقع مقدار منفی خواهد بود، شار مغناطیسی ما منفی شد. من یه بار دیگه این دوران ایجاد میکنم، شما به منفی بودن شار مغناطیسی این پایین توجه بفرمایید. یه بار دیگه من این دوران اجازه بدید انجام بدم. ببینید به محضی که از این زاویه شروع میکنه گذشتن، شار مغناطیسی که ما صفر بوده از این زاویه به بعد شار مغناطیسی ما شروع میکنه منفی شدن. این منفی تا این نقطه شروع میکنه افزایش پیدا کردن، در این حاله بیشتر مقدار منفی خواهد بود. در دوران بعدی در واقع 90 درجه بعدی که این دوران داره رخ میده، شار مغناطیسی ما از منفی به صفر میرسه و در حالت آخر مجدد شار مغناطیسی ما افزایش پیدا میکنه و بیشترین حداکثر مقدار خودش خواهد رسید. بس امیدوارم که تا حدی متوجه شده باشید که ما چرا سراغ بحث ما حرکت دورانی رفتیم و از حرکت دورانی در جریان متناوب چه استفاده‌ای داریم میکنیم. با استفاده از قانون فارادی تغییرات شار مغناطیسی رو در سیم لوله در یک پیچه بررسی کنید، رابطه‌ای هم برای نیروی محرکه الغایی پیدا بکنید. خب برای به دست آوردن بحث مربوط به شار مغناطیسی اطلاعات رو مرتب کنیم. یکی از اطلاعات ما این بود که شار مغناطیسی برابر هست با آب کوسینوس زاویه آلفا. زاویه آلفا زاویه بینه بردار میدان و خطوط میدان مغناطیسی بود. زاویه آلفا رو در حرکت دورانی به دست آوردیم که میتونیم بنویسیم 2πt بر روی t. این t زمانی بود که زاویه آلفا رو میخواییم به دست بیاریم، t بزرگ هم دوره تناوب. خب پس بنابراین به جای زاویه آلفا در اینجا میتونیم از این 2πt استفاده کنیم. در واقع این شار مغناطیسی که ما داریم از این رابطه میتونه به دست بیاد، آب کوسینوس 2πt بر روی t. متغیر ما اینجا زمانه، یعنی شما به این t ما زمان میدی، در زمانهای مختلف مقدار شار مغناطیسی رو میتوانی با توجه به مقدار کوسینوسی که اینجا به دست میاد در واقع به دست بیاری، جایگزین کنی و اندازه شار مغناطیسی در هر زمانی که مورد نظرت باشه قابل به دست آوردن خواهد بود. پس شار مغناطیسی برابر است با آب کوسینوس 2πt بر روی t. خب همونطور که عزیزان خاطرشون هست از بحث مربوط به قانون فارادی میدونیم که نیروی محرکه الغایی ما از این رابطه به دست میومد، منفی N دلتا فی بر روی دلتا تی. البته عزیزان خاطرشون باشه که این فرمولی که ما بیان کردیم
نیروی محرکه الغای متوسط بود، یعنی در یک بازه زمانی. اگر ما نیروی محرکه لحظه‌ای رو بخوایم، یعنی می‌خوایم در هر لحظه نیروی محرکه مقدار چقدر هست، این دلتا تی باید به سمت صفر میل بکنه. همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردیم، این فرمول از دلتا فی به دلتا تی به مفهومی به نام مشتق تبدیل می‌شود. اون وقت میاییم اون شار مغناطیسی رو از این رابطه بر میداریم، اینجا قرار میدهیم، مشتقش رو نسبت به زمان خواهیم گرفت. پس که شما انشالله در سال آینده در حسابان دو خواهید خوند و با توجه به این مشتق گیری به روابطی میرسیم، با توجه به اینکه مواس مشتق گیری که به مواس پیچیده هم نبوده است، در پایه در واقع یا دهم سابق که ما از اون استفاده می کردیم و برای این به این رابطه قابل فهم تری می رسیدیم، عملا ما از اون بخش ها صرف نظر می کنیم و رابطه پایانی رو، یعنی اپسیلون برابر است با یه مقداری که به اون مقدار میگیم اپسیلون ماکس، نیروی محرکه ماکس بیشترین مقدار، از کوسینوس دو پی تیوم و زمانی که در واقع مشتق گرفته بشه، یعنی این از این فرمول استفاده بشود، تبدیل به سینوس خواهد شد. پس بنابراین سینوس دو پی تی در تی رو خواهیم داشت. یعنی شما هر زمانی که بخواید ببینید مقدار نیروی محرکه ما چقدره، کافیست تی رو، زمان رو بهش بدید، بگید در این زمان هست، با دادن زمان مقدار این سینوس به دست خواهد اومد، مقدار این سینوس به دست بیاد، ضرب در اپسیلون ماکس بیشترین مقدار نیروی محرکه حد اکثر خواهد شد و در هر زمان شما میتونید نیروی محرکه رو مقدارش رو به دست بیاورید. خب میخوایم ببینیم که با استفاده از نمودار میتونیم ما با استفاده از روابطی که داریم نمودارهایی رو برای شار مغناطیسی و نیروی محرکه نیروی محرکه جریان متناوب به دست بیاریم یا خیر. خب به همین جهت از جداول به این صورت استفاده میکنیم. در جدول ما توجه بفرمایید زمانهای مختلف داده شده. من یکی از این در واقع ستونهای جدول رو پر میکنم و از عزیزان میخوام که متوقف بکنن فیلم رو، خودشون ستونهای بعدی جدول رو تکمیل بکنن، بعد که ستونهای بعدی جدول رو در واقع پر کردن، نمودار نیروی محرکه بر حسب زمان در جریان متناوب و نمودار شار مغناطیسی بر حسب زمان رو به دست بیاورن. خب من این فرمول رو نگر می‌دارم. عزیزان ببینید زمان‌هایی که در نظر گرفته شده با توجه به اون نمودار اولیه‌ای که عرض کردیم، گفتیم دوره تناوب، یعنی مدت زمانی که این متحرک ما در حال دوران کردن هست، ما نمودارمون رو می‌خوام از لحظه صفر تا لحظه تی رسم کنیم. برای رسم این نمودار نقاط کلیدی و زمانهای مهم رو مشخص میکنیم. این نقاط کلیدی و زمانهای مهم کجا هست؟ یکی نقطه تی دومه، یعنی مدت زمانی که دور تناوب ما نصف میشود. یکی نقطه تی چهارمه، یک چهارم زمان تناوب، و یکی نقطه سه تی چهارمه. پس ما عملا در سه نقطه صفر، تی چهارم، تی دوم، سه تی چهارم و تی میخوایم شار مغناطیسی و همچنین نیروی محرکه رو به دست بیاریم. حواسمون هست که چون تابع در واقع نموداری که داریم نموداری است که در واقع هی تکرار میشه و متناوب خواهد بود، بنابراین نقطه صفر و نقطه تی اطلاعاتش با هم دیگه یکسان است، شبیه به هم قاعدتا باید در بیاد. خب برای نقطه صفر میخوایم به دست بیاریم چیکار بکنیم؟ زمان چقدره؟ زمان ما صفره. پس میایم در این نمودار این تیر رو قرار میدیم صفر.
دو پی ضرب در صفر تقسیم بر تی، خب این مقدار که میشود صفر، کوسینوس زاویه آلفا خواهد شد یک. بنابراین در نقطه صفر شار مغناطیسی ما مقدارش آب، این مقدار آب یعنی آ مساحت قابمون و بیمون هم میدان مغناطیسی که قاب داره ازش میگذره خواهد شد. البته من مجدد اینا رو تو جدول بهتر رسم میکنم، واسه خود شما راهنمایی کنم که زحمت بکشید خودتون جدول رو در واقع ترسیم بفرمایید. بریم سراغ این نمودار. تیمون رو در لحظه صفر می‌خوایم به دست بیاریم، تیر وقت در لحظه صفر می‌خوایم به دست بیاریم، بنابراین این مقدار خواهد شد صفر، سینوس صفر مقداری صفر میشه، بنابراین نیروی محرکه ما در لحظه صفر مقداری صفر خواهد شد، در حالی که شار مغناطیسی ما در لحظه صفر مقدارش آب خواهد بود. خب لطف بفرمایید این جدول رو تکمیل بفرمایید تا بحثمون رو ادامه بدیم. خب گفتیم که شار مغناطیسی هست آب کوسینوس 2 پی تی تیوم و نیرو محرکه است اپسیلون ماکس، نیرو محرکه ماکس سینوس 2 پی تی تیوم. خب میخوایم ببینیم که در زمانهای تی برابر با صفر، تی چهارم، تی دوم، سه تی چهارم و تی، مقادیر شار مغناطیسی و نیروی محرکه چقدر خواهد بود. صفر قرار میدیم، این مقدار میشه صفر، کوسینوس صفر یک، بنابراین فی ما میشود آب. در لحظه صفر سینوس دو پی تی صفر قرار بدید، این میشه صفر. در اپسیلون ماکس، اپسیلون هم مقدارش خواهد شد صفر. خب در لحظه تی چهارم، اگر اینو تی چهارم قرار بدید، این یعنی چی؟ زمان رو تی چهارم قرار بدیم. خب تو ذهن خودتون بیارید این اگر تی چهارم قرار بدیم، این تی با این تی ساده میشه، بنابر این با این ساده میشه، میشه پی دوم، کوسینوس پی دوم میشود صفر. خب این دفعه این رو مقدارش رو تی چهارم قرار میدیم، تی چهارم باز به همین صورت میشود سینوس پی دوم، سینوس پی دوم مقدارش میشه یک، بنابراین اینجا خواهد شد اپسیلون ماکس. خب زمان بعدیمون تی دوم هست، مقدار زمان رو قرار میدیم تی دوم. خب وقتی تی دوم قرار میدیم، این تی با این تی ساده میشه، این دو با این دو در واقع ساده خواهد شد، بنابراین خواهد شد کوسینوس پی، کوسینوس پی میشود منفی یک، پس این میشه منفی آب. به همین صورت این میشه سینوس پی، سینوس پی میشود صفر. ستی چهارم رو قرار میدیم، ستی چهارم رو شما اگر اینجا قرار بدید، باز تیا با هم دیگه ساده میشود، زاویه که کوسینوسش به دست باید بیاد میشود کوسینوس پی دو پی سوم، کوسینوس دو پی سوم میشود مقدارش صفر، سینوس دو پی سوم هم مقدارش میشود منفی یک. خب این دفعه خود مقدار تی رو قرار میدیم، قبلی کوسینوس سه زاویه 270 درجه یعنی پی میشد سپی دوم، سپی دوم بود، زاویه میشد سپی دوم، با توجه به زاویه سپی دوم مقادیر رو اونجا قرار دادیم، الان هم زاویه رو تی رو مقدارش قرار بدیم، تی با این تی ساده میشه، بنابراین میشه کوسینوس دو پی، کوسینوس دو پی یعنی یک، پس این هم باز میشه آب، سینوس دو پی هم که میشود صفر، پس این هم این مقدار خواهد بود. خب میریم سراغ رسم نمودار. برای رسم نمودار من این فرمول رو پاک میکنم که راحت تر بتونم این نمودار رو رسم کنم.
توجه کنید الان بیشترین مقداری که الان اینجا داریم آب هست و کمترین مقدارمون منفی آبه. در نقطه صفر آب ما در این نقطه خواهد بود، در نقطه تی چهارم شارژ در این نقطه، در نقطه تی دوم منفی آبه، در نقطه سه تی چهارم این نقطه و در نقطه پایانی هم به این صورت. خب با توجه به این که نمودار ما یک نمودار کوسینوسی هست، بنابراین نمودار شار مغناطیسی به زمان در یک بازه زمانی به این صورت هست که عزیزان اگر بحث مربوط به تابع کوسینوسی رو هم باش آشنا باشن میبینن که نمودار به دست اومده یک تابع یک نمودار کوسینوسی به این صورت. خب نیروی محرکه بیشترین مقدارش نیروی محرکه ماکس، منفی نیروی محرکه ماکس در بازه زمانی تی چهارم، تی دوم، سه تی چهارم و تی. خب در این نقطه مقداری صفر است، در نقطه صفر، در نقطه تی چهارم مقدار محدثتر هست، در نقطه تی دوم مقدار مجدد صفر هست، در نقطه سه تی چهارم مقدارمون منفی نیرو محرکه است و در اینجا هم مقدار صفر. با توجه به سینوسی بودن این تابع شکلی به این صورت رو ما خواهیم دید. پس تغییرات شار مغناطیسی نسبت به زمان یک تابع کوسینوسی و تغییرات نیرو محرکه نسبت به زمان یک تابع سینوسی به این صورت خواهد بود. در زمانی که جریان بیشینه است شار مغناطیسی چقدر است؟ یا بهتر بگیم در زمانی که نیرو محرکه القایی ما بیشینه است، الان نیرو محرکه القایی ما در این زمان و این زمان بیشترین مقادیر رو داره، درسته مقدار منفی اما اندازش مورد نظر ما است. خب توجه بفرمایید در این زمان که الان این بیشینه هست یعنی میشه زمان تی چهارم، در زمان تی چهارم شار مغناطیسی ما مقدارش صفره اما بیشترین تغییرات رو داره. یعنی اگه شما یک مماسه رسم بکنید ما شیب مماسمون اینجا بزرگترین شیب مماس موجود هست. به همین جهت نیروی محرک القایی ما در این نقطه و این نقطه که شارای مغناطیسی ما اندازش صفر هست بنابراین بیشترین مقدار خواهد بود. یکی از سوالاتی خیلی اینجا رایج است بیان می شود که وقتی ما بیشترین نیروی محرکه رو داریم قاب ما در چه حالتی قرار گرفته؟ قاب ما در حالت قرار گرفته که شارش صفره. کی قاب ما شارش صفر می شود؟ زمانی که قاب ما با خطوط میدان موازی هم در واقع خواهند بود، یعنی هیچ شار مغناطیسی ازش عبور نمی کنه. خب ما الان بحث شار مغناطیسی و نیروی محرکه رو بیان کردیم، در مورد خود جریان متناوب می خواهیم ببینیم که آیا ما اندازه جریان متناوب رو چجوری می تونیم به دست بیاریم. کافیست اینو تقسیم بر آر کنیم، از قانون اوم کمک میگیریم و با تقسیم کردن این مقدار بر جریان آی ما برابر خواهد شد با اپسیلون ماکسمون تقسیم بر مقاومتمون، همون سینوس دو پی تی بر روی تی که به این مقدار این دفعه میتونیم بگیم آی ماکس یعنی اپسیلون ماکس تقسیم بر آر. شما میتونید بگید آی ماکس سینوس دو پی تی بر روی تی. خب الان این نمودار یک نمودار سینوسی خواهد بود. نمودار سینوسی که تغییرات این نمودار سینوسی مثل تغییرات نیرو محرکه خواهد بود، بنابراین با جایگذاری در داخل این جدول مقدار آی رو در زمان صفر تی چهارم، تی دوم، سه تی چهارم و تی میتونیم رسم کنیم. من شکل رو اینجا میکشم،
همونطور که در واقع میبینید تغییرات جریان و نیرو محرکه خب مثل همه. این آیه ماکس، این منفی آیه ماکس، این نقطه صفر، بنابراین به این صورت یک نمودار سینوسی رو عملا خواهیم داشت. تی دوم، تی چهارم، تی دوم، سه تی چهارم و تی نمودار آی بر حسب تی زمان خواهد بود. خب همونطور که دیدید نمودار جریان بر زمان هم در واقع یک تابع سینوسی شد. اگه ایزی بفرمایید با توجه به طولانی شدن این جلسه‌مون من در واقع با یک جمع‌بندی درس این بخش رو تموم بکنم و مثال‌های مربوط به این بخش رو همراه با بحث مربوط به مبدل در فیلم بعدی خدمت شما تقدیم بکنیم. خب مشاهده میکنید یک قاب در یک میدان مغناطیسی در حال دوران پیدا کردن هست. شار مغناطیسی ما داره تغییر میکنه، شاری که داره از این قاب میگذره. با تغییر شار مغناطیسی در این نیرو محرکه القایی و جریان القایی به وجود خواهد اومد. اسیلوسکوپ دستگاهی است که تغییرات جریان رو در زمان داره نشون میده. الان اسیلوسکوپ اومده در دو تا تی، یعنی یک تی و یک تی جریان رو به ما نشون داده. همونطور که مشاهده میکنید شکل شبیه به نموداری که رسم کردیم تغییرات شاره، تغییرات نیروی محرکه نسبت به زمان به نحوه قرار گرفتن نه این قاب ما بستگی پیدا میکنه. من انشاءالله این فایل رو هم همراه با فیلم بارگذاری میکنم. عزیزانی که علاقمند بودن که در واقع این بخش رو خودشون از نزدیک ببینن قابل استفاده بیشتر براشون باشد. خب لطف بفرمایید عزیزان این بخش رو به خاطر تعدد فرمول هایی که داشتیم، فرمول دو تا تعریف مهم داشتیم، یکی دوره تناوب بود، یکی بسامد و فرکانس بود، رابطه اینها با هم دیگه بود، رابطه زاویه بر حسب در واقع دوره تناوب رو به دست آوردیم و همچنین سه تا فرمول شار مغناطیسی، نیروی محرکه جریان متناوب و خود جریان متناوب و نموداراش مباحثی است که تسلط کامل رو انشاءالله پیدا بکنید و بعد بریم سراغ حل مسئله. فعلا خداحافظ شما.